نام خدا و با عرض سلام به بخش دوم برنامه آخر خط خوش آمدید. هشدارها برای خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان، عبدالله محب مشاور شورای امنیت افغانستان میگوید خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان سبب جنگ داخلی خواهد شد همزمان با این ادارات استخباراتی آمریکا نیز گفتند که اگر سربازان آمریکایی قبل از رسیدن افغانستان به یک توافق سیاسی و بر سر قدرت افغانستان با جناهای درگیر از این کشور خارج شوند احتمال تصرف اکثر مناطق در دو الی سه سال توسط طالبان میرود. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در پیوند به نیروهای نظامیش در افغانستان گفته است که خروج سربازان آمریکایی از این کشور تا ماه مه به فنی عملی نیست اما او افزوده است که نمیخواهد نیروهایش مدت طولانی در این کشور بماند اما طالبان در واکنش گفتند که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق توافقنامه آمریکا طالبان از افغانستان بیرون نشوند این گروه به جنگ علیه آنها ادامه خواهند داد و پرداخت میکنند ادامه حضور سربازان خارجی در کشور روزنه برای حل منازعه افغانستان یا دریچه برای تشدید عملات طالبان در حالی که تصمیم گیری برای سرنوشت نظامیان خارجی در افغانستان دشوار شده ناتو و همپیمانانش در مورد حضور نظامیشان در افغانستان چه تصمیم خواهند گرفت تمدید مموریت نظامی ناتو در افغانستان چه تاثیر بر روند مذاکرات خواهد گذاشت همه این موارد را با مهمانان هم در این برنامه به بررسی میگیریم مهمانان من در برنامه آقایان طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور از شهر سویز با ما روی خط اسکایپ وصل هستن آقای علیمداد علیم آگاه علیم سیاسی و آقای رامش سالمی آگاه روابط بین الملل هم در استودیو با ما حضور دارن سلام بر شما مهمانان گرامی بسیار زیاد خوش آمدین آقای فرهادی بس را با شما آغاز میکنیم گروه طالبان روز گذشته هشدار دادند که اگر نیروهای خارجی در زمان معینش مطابق توافقنامه از افغانستان بیرون نشن این گروه جنگ را علیه نیروهای خارجی آغاز می کند در وضعیت کنونی چگونه شما پیش بینی میکنه این خروج نیروهای نظامی را از افغانستان یا اینکه اگر ادامه بتن حضورشان را طالبان طبیعی است که به جنگ هایشان پردازند؟ سلام و احترام به شما میرسانم به مهمان های گران قدر میرسانم به بینندگان عزیز رسانم که چند دقیقه را امروی ما میباشن اگر اجازه شما باشه من میخواستم یک دو کلمه راجع به نامگذاری یک راه کوتا به نام احمد شاه مسعود در پاریس یک درست. کلمه حرف بزنم بفرمایید این برای تمام افغان ها یک افتخار است که در یک شهر مهم دنیا نام یک افغان در یک لوحه نصب میشه احمد شاه مسعود یکی از اولین مجاهدین افغانستان بود با دیگران آقای حکمتیار و آقای سیاف اینا از عین سن و از عین نسل هستند و اینا در قد 42 سال پیش قیام به ضد شوروی اشغالگر شروع کردند و احمد مسعود یک آدم حلیم بود امروز اگر حیات می بود سنش در حدود 68 ساله می بود در سال 1953 تولد شده بود در مکتب استقلال درس خوانده بود فرانسوی زبان بود و در سالهای جهاد پیش از جنگ داخلی در اروپا باعث یک قهرمان شناخته شد به خاطر که دست و پنجه نرم کرد با شوروی اما شاه مسعود کسی بود که به شکل جنگ کرد که بسیار لوجستیک فکر میکرد و ای جنگ میکرد که یک سربازش باید کشته نشه یک سربازش باید کشته نشه همیشه به فکر ازی بود که چی رقم جوانان وطن حفظ کنند جنگش یک جنگ مجبوری بود و از مجبوریت جنگ میکرد به خاطر که در وقت وطن طرف از طرف شوروی اشغال شده بود و ایره باید که همه افغان ها بفهمند که احمد شاه مسعود خوده افغان میدانست و سو افتخار همگی ما است سوال شما طالبان مجبور هستند که همطوری یک گپه به خاطر که یک قرارداد بود آل امریکا و قرارداد تخطی میکنن باید که با اصطلاح یک غور بزنند دیگر غور نزنند خواهیش دیگر اما در حقیقت در مذاکره هستند طالبان مذاکره شان سر که اسامی از لست سیاه ملل متحد پاک شود این یک جریان است که یک چند ماره میگیره در مذاکره که آقای غنی استعفا کنه که را نمیگن هیچ کس قبول نمیکنه اما در زیر مسئله است و در مذاکره که در صورت که صلح امضا کنند اختزار نفر رها شوه که یک چیز معلوم است که اگر در افغانستان یک آشی ملی میایه بعد از او بله در چوکات یک آشی در او صورت اگر ما با آشی برسیم که هم سوال های زیاد است دوش فرد بله و 7000 نفر دیگه هم رهان میشه درست حالا شما اشاره کردین که طالبان مجبور هستند چنین بیاین و ابراز نظر بکنن اما طالبان هم اشاره کردن ارگا اگر بیاین توافقنامه را طرف ها نقض بکنن و درگیری در, در افغانستان تشدید پیدا بکنه و این گروه مجبور شوه که جنگ را در مقابل نیروهای خارجی که تا اینجا کار جنگ را متوقف کرده بود ادامه بده یا پس از سر بگیره مقصر طرفی است که توافقنامه را کرده با این وجود فکر نمی‌کنین که با ادامه یه حضور نیروهای خارجی در افغانستان وضعیت افغانستان به سوی بدتر شدن اوضا در حرکت خواهد بود خب ببینیم که جو بایدن خودش گفت که ما در اول می خارج نمیشیم اما کمی بدتر خارج میشیم و باز ازش سوال کردن که آیا سال آینده فکر میکنین که ما در افغانستان باشیم جورنالیست در سوال کرد گفت من را به این شکل نمیبینم یعنی که درست. اینا هستند، و با طالبان هم باز امریکای همه طور تشریم میتن که در حقیقت چون هیچ کس به هیچ توافقی نرسیده برای طالبان هم یک چانس است که به یک توافق صلح برسن با دیگران به خاطر که فراموش شما نشه که طالبان یک گروه جنگی بودن ولی یک مشروعیت سیاسی پیدا کردن از خیر از این مذاکرات و فردا شاید است که ملل متحد هم نامشان از لسیاب پاک کنه و سبا در رهبریت قرار بگیرن و کشورهای جهان اینا رو بشناسن دیگه اینا همه چیز به فایدهشان است در این معامله آ بله وقتی که امریکا از اول می دورتر میره باید است که یک غال مخال کنن به خاطری که اینا باید است که به قشون خود تشریح بدن که ما خوش نیستیم و ما یک چیز دیگه حاصل کردیم در مذاکرات طالبان یک میلیشیا هستن به مجرد که اینا جنگ استاد کنن باز دیگه قشونشان پس درست نمیفهمه که چرا پس جنگ شروع کردیم متوجه هستید یعنی یک چیز که اگر سوکلید جنگشان بازو باز پس جنگ کردن سخت میشه از اون خاطر تا روز آخری نامه میگن که ما میخواهیم که قشون خارجی از افغانستان خارج شود و اینمی جنگ ماست سپاس گذارتان آقای علیمداد آلا گفتن آقای فرادی اشاره کردن طالبان یگانه جنگ افزار که در دست دارن یگانه دلیل که بر دست دارن ادامه خشونت ها هستن بایدن گفته تا اول ماه می خروج ما از افغانستان عملی نخواد شد اما به مدت نامعلوم گفتن در افغانستان میمانند این که زمان را مقید نساختن از دیدگاه شما آیا راه گریز را برای برون شدنشان از افغانستان و جنگ چندین ساله در افغانستان مهیا ساختن یا نه بایدن میدانه اگر زمان را مقید بسازه طبیعی است که طالبان توافقنامه دوهر را نقض میکنه و وضعیت به طرف بدتر شدن خواهد رفت بسم الله الرحمن الرحیم <coughs> هر سلام عرب دارم حضور شما همکارای محترم تخنیکی میمانای محترم و حاضر در بحث و همه بیننده های عزیز <coughs> اگر اجازه شما باشه با ادامه صحبت های فرهادی صاحب زمن تایید حرفایشون در مورد احمد جامع سود قهرمان و ملی یکی اونا من میفهمم که از پیش اشتباه باشد گفت که فرانسوی زبان بودند فرانسوی زبان نبودند احمد جمع سود قهرمان و ملی فارسی زبان فارسی دری زبان یک افغان بود و قهرمان یک مملکت بود فرانسوی را یاد داشتن فرانسوی زبان نبودن خوب است که اگر اجازه تان باشه ما با استفاده از امی فرصت چون مسئله احمد چا مسعود مطرح هست ما یک چیز اشاره بکنم که اگر هدف امریکایی ها به همی شکل که هست ترک افغانستان دوباره سقوط افغانستان به دامن طالب ها و دوباره لانسازی تروریسم در افغانستان به می ترتیب که حس عمل میکنه باشه باور ما است که امریکایی ها در سال 2001 به هدف نابودی طالب ها نه بلکه به هدف تقویه طالب ها در ایجا آمدن مثل که در پیدایش طالب ها هم نقش اساسی داشتن و عملا مورد حمایتشان بودند. بودن به این مفهوم که طالب ها زمانی که ماهیتشان به مردم افغانستان معلوم نبود آمدن استاد ربانی اونا را کبوترهای سلخان دیده که در برابرشون چه کردن استاد مزاری فکر کرد که طالب های گروه هستند که واقعا سلح هاشتی و انسانیت سراغ دارن یک چیز بلد هستن شما دیده که او را با چه ترتیب از بین بردن نجیب فکر کرد که با طالبها ها میتونه کنار بیا شما دیده که در موردش چه کار کردن و ملت افغانستان فکر کردن که طالب ها یعنی مسلمان و از آدرس دین و اسلام آمدن چیزی که ما میخواستیم مخصوصا جهادی که در برابر روس بود به هدف تامین یک حکومت اسلامی و خاتمه دادن به اشغال و نظام غیر اسلامی هست ملت هم فکر کرد که اینا گروه سالم هستند شما دیده که بعدها اینا چگونه عمل کردند طالبها ها بعد از عملکرد های زشت و پلیدشان در انزوا قرار گرفتند مقاومت ملی که در برابر طالب ها شکل گرفت با گذشت هر روز تقویه بیشتر می شد و ذهنیت مردم کشورهای منطقه و همسایه جامعه بین المللی به ای بود که طالب ها یک جریان تروریستی اگر امریکا مداخله نمی شما باور بکنید که از نظر فکری دیگه مردم با طالب کنار نمی آمد و طالب یک جریان شکست خورده و نابود شده بود. که سناریوی شهادت احمد شاه مسعود و آمدن طالب ها ها فکر میکنم که اگر به می ترتیبی که امروز عمل میکنه امریکایی در برابر طالب باور ما مطلق به همی است که امریکا به هدف تقویه دوباره ای طالب آمد امریکا به هدف تقویت طالبان آمد رهبران سیاسی افغانستان هر از گاه که مقابله بکنن در در برابر این گروه تروریستی به کام مرگ کشانیده شدن و مردم افغانستان هم هرگاهی که باور کردند به صلح افغانستان ناامید شدن مواردی که شما اشاره کردین حالا حکومت چه رهکار باید میداشت؟ 20 سال گذشت از اینکه حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان اما پس از 20 سال ما هنوز هم به دامان کشورهای دیگر چشم دوختیم و میگیم که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند سبب خواهد شد که افغانستان به جنگهای داخلی بره و این مسائل چرا ما بر این وضعیت نشانیم؟ ما, ما میره میخواستم بیایم اشارات داشته باشم کتا کتا با استناد به دلایلی که ما پیشتر مطرح کردم درست ما گفته میتونم که طالب اهل صلح، اهل مفاهمه، اهل ترقی و تعالی، اهل کشاندن افغانستان به سوی سعادت نیست کاملا مدمین باشه اگر ما از طالب توقع صلح داشته باشیم به با مفهوم ازی است که ما از آتش توقع سردی داشته باشیم پس با این گروه چی شود؟ خواست... سال از خواستم... که هم نیروهای نظامی افغانستان و کشورهای که به خاطر همکاری <تصفح> این نیروها در مقابله و در نبرد با این گروه از هم سرکم خواست... نتانسته می خواستم بیم که طالب اهل مفاهمه نیست بنان از طالب توقع صلح داشتن به مفهوم عزیز که از آتش توقع سردی داشته باشیم که به غیر از حضرت ابراهیم که تکرار تکرارم نخواد شود که آتش سردی تولید بکنه طالب صرف تولید کرده نمیتونه با تجربه به اثبات رسیده چرا و چه باید صورت بگیره ما میگم حکومت افغانستان مثل که ما بارها را صدا کردیم مسئولین جا دار از از موقف بسیار شدید و جدی امر الله صالح اول آدم تقدیر بکنه که اگر این بهانه شوه که ما والا حکومت اعلام بکنیم مچم انتخابات دیگه منتفی باشه رأی و دیدگاه و نظریه مردم دگه مد نظر گرفته نشو دوباره طالبها بیاان به همو شکلی که سابق بودن حاکمیت داشته باشن ای به با مفهوم از ای است که ما تسلیم شویم وقتی که به ای ترتیب باشه دگه ما ادعای کشورداری و مالکیت در ای ملک نداشته باشیم یک جریان آمده به زور به فشار به حمایت بین المللی میخواد کشور ما را مثل که روس اشغال کرد مثل که امریکا پایش داخل شد طالب می یک جریان دیگه مورد حمایت پاکستان هم سالهم میخواد افغانستان اشغال بکنه این دیگه بهانه برای ما نباشه اگر ما صلح این صلح نیست این تسلیمی است اگر طالب می نزاکت های افغانستان مد نظر می گیره اراده ملت مد نظرش می باشد. بیا از طریق اراده ملت بیا به سرنوشت مردم حاکم شه اگر ملت در کنارش هست مورد حمایت ملت است ما در خدمتش در غیر از او ما نمیتونیم به بهانه اینکه از از که اگری ای رقم باشه سبا پاکستان میام میگه اگر شما کشورتان با به ما تسلیم کردید خوب اگر نکردید ما شما رو بمبارد میکنیم ما از ترس که والا پاکستان ما رو بمبارد ما نکنه خیبیه تسلیم پاکستان شد این منطقی نیست با طالب با قاطیت باید صحبت شد مسئولین حکومت افغانستان با امریکایی ها صحبت بکنند که اگر مفهوم آمدن شما مبارزه علیه طالب و رفع چالش تروریستی در افغانستان نبود و نباشه آمدن به عنوان یک اشغال میدانیم امیم روز ما اگر طالب میگه تا اول می ما امیم روز به ب... ب... حضور شما میخوایم نقطه پایان گذاشته شد به حضور شما به این ترتیب ما نیاز نداریم که هم آزادی ما مورد تعرض تجاوز باشه و هم طالبی که تو به هدف مبارزش به نام مبارزه و نابودیش آمدی دوباره از اون طریق میخواهی سر ما حاکمش بسازی این مفهومی نداره و این این حضور شما هم به معنا است اگر طالب یک ماه بعد میگه ما امروز میگم باید امریکا افغانستان را تشکر آقای سالمی حضور نیروهای ناتو در افغانستان به منوی تقویت طالبان بوده چیزی که آقای علیم با او اشاره کردند والا خواستایی که طالبان داره میگن که ما را به سال ها افغانستان نمیرسانه شما راه جز مذاکره کدام راه را بینید تا حکومت افغانستان بتانه کنار بیاید با گروهی به نام طالب طالبان قبل از سال 2001 آمدن حکم حاکمیت را به دست گرفتن مردم افغانستان خاطرات چندان خوشی از آن دوره نداره و پس از او هم 20 سال میگذره که نیروهای افغانستان در مقابل این گروه میجنگ اما پیروز میدان هیچ کدام نشده و هر دو ادعای حاکمیت را داره رای بیرون رفت از این معضل چی میتونه باشه درود و سلام به شما و بینندگان محترم مهمانان گرامی در این بحث تشکر افغانستان ده بیش از چهارده هست که در بحران خشونت های داخلی و گروه های نیابتی می یکی از دلایل امدهی که هنوز هم نزدیک به چلو سه سال است که ما نتونستیم در یک ثبات پایدار دست پیدا کنیم مداخلات کشورهای همسایه روی مواضع گروه های نیابتی متمرکز بوده که این امر باعث شدن که گروه های زیاد در داخل افغانستان به وجود بیاید و گروه طالبان که عمدتا از یک کشور مشخص همسایه ما حمایت و هدایت میشن در طول تاریخ معاصر افغانستان نقش بسیار مهم و اساسی و کلیدی را بازی کرده است نکته ضعفی که دولت افغانستان داره و نتانستن در این مدت این بحران تیفی را مهار کنن منشه میگره از دیپلوماسی ضعیف افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان به این معنا که ما چالیشی که با پاکستان در حوزه مدیرت های پای افغانستان و خط دیورن و حضور هند در افغانستان داریم هنوز هم این موج و این تنش کاش پیدا نکرده است دولت افغانستان نتانستن با پاکستانی ها مذاکره مستقیم را محصر در طول 20 سال پسین افغانستان انجام بده که همین امر باعث شد که هنوز هم پاکستانی ها از گروه به نام طالبان و سایر گروه های نیابتی به صورت قوی حمایت می و دین تحت هر نام و هر شرایطی که همین ادامه استراتژیک و ارائه مشورت های استراتژیک برای گروه های ادامه پیدا کنند هر نظام هر تحولی که در افغانستان بیان مطمئن باشین که او به چالش کشیده میشه تا زمانی که پاکستانی ها و کشورهایی که دخیل در این حوزه هست نتوان منافع استراتژیکش از این طریق به دست بیاره می بایست که این حرکت در 20 سال پسین افغانستان به صورت بسیار دوامدار با پاکستانی ها صورت می گرفت و تمام دغدغه ها و تمام چالش هایی که با پاکستان در این حوزه داریم به صورت اساسی بحث می شود. و طالب پاکستانی ها را قناعت میداد که هر مبعث تنش آفرین یا تنشگرایی که شما در این حوزه دارین بدون گروه نیابتی می تانن قابل فهم باشن قابل بازیهیا باشن و به منافع شما هیچگاه از طریق معلفه نیابتی و از طریق حمایت گروه های نیابتی شما نمیتونه به این مقاصد دست پیدا کنین چیزی که حکمت ها ضعیف ز... در افغانستان نتانستن این عمل را متاسفانه به پاکستان یعنی ما هنوز نتانستیم که چالش به پاکستان یک طرفه بسازیم و پاکستان از طریق گروه های نیابتی به نام طالب دارن حرکت های استراتژیک نو نو حملات را در افغانستان ما شاید هستیم که اینا کاملا با مشخصات ها پلتفرم های نظامی صورت میگیرند ما بالاترین طالب یا متخصصترین طالب را در شرایط کنونی طالب را میبینیم که چند تا حدیث بیشتر یاد دارم نده اون بسیار امنیتی و استخباراتی داخل نیستن ما میفهمیم که مدارسی که تحصیل کردن مدارس دینی هست مدارس نظامی نیست و گروه هایی که از اینها حمایت میکنن گروه های استخباراتی هست و مشخص است ضعف دولت افغانستان ضعف نظام فعلی هستند که ما تمام مشکلات ما در این حوزه با همسایه ها ما پا بر هست با ایران این مشکلات با پر هست و در روسیه هم کشورهای که سربازاشون در افغانستان حضور داشتن در سردرگمی قرار گرفتن که اگر حضورشان در افغانستان دوامدار باشه یا ادامه حضور رو انجام بدن طالبان هشدار داده اگر برون شون از افغانستان حالا نگرانی ها در داخل افغانستان از ارگ گرفته تا مردم عادی به گوش میرسه در این وضعیت فکر میکنین که کشورهای منطقه به این فرایند باور داشته باشند که روند سال افغانستان بالاخره میتونه به سال افغانستان بیانجامه و این کشورها بیاین کمک کننده در روند سال باشند فکر میکنین اقنا شده باشند؟ ما فکر میکنم اون چی که از اظهارات آقای بایدن معلوم میشن از اظهارات ریاست جمهوری و آدرس ریاست جمهوری مشخص است جنگ در سال پیش روی پیدا میکنه اگر این گزینه پا بر جا باشن حکمت افغانستان هم معادلاتی که در صلح در گفتمان ترکیه پیشکش میسازن نمونه اون رو ما در جنگ داخلی افغانستان باز میبینیم و همچنان بیرون نشودن دیالات متحده آمریکا به اساس اون توافق دوحه هم نشان دهنده جنگ و تداوم خشونت در افغانستان است یعنی ما دو معادله خشونت در افغانستان سر میز داریم اما نکته اساسی کجاست نکته اساسی است که آیا آمریکا یا قابل قبول و قابل پذیرش روی طالب ها متمرکز می سازند آیا می تانن ها را قناعت بیتن که بدون خروج نیروهای آمریکایی می به توافق با حکمت افغانستان برسن یک نکته نکته دیگر این است که آیا راهکار جدید دولت افغانستان در کنار طالب ها با توافق طالب ها چی باید باشه اون چی که از آدرس حکومت و نظام سیاسی افغانستان مطرح میشن قطن بر طالب ها پذیرش نی... قابل فهم نیست قابل پذیرش نیست یعنی سپس. ما نیاز داریم که یک شاید یک گفتمان چند جانبه گرایی با توافق چند جانبه گرایی باشیم اگر ما روی موضع هر یک از این گروهها تمرکز کنیم قطعا مفهوم ادامه جنگ است دیگر چیزی بیشتر از اون نیست سپاسگزارتان و اکنون هم میان برنامه کوتاه به ادامه بحث خوش آمدید آقای فرهادی دولت تا آلمان اختار داده که اگر نیروهای خارجی از افغانستان شتاب زده بیرون شوند روند گفتگوهای سال افغانستان با چالش های یا حتی به شکست مواجه خواهد شد در این مقطع فکر میکنین آمریکا چه تصمیم خواهد گرفت حالا به مدت نامعلوم گفتن که ادامه حضورشان در افغانستان می باشه. اما مدت را مقید نساختن فکر میکنین ناتو و همپیمانانش در مجموع چه تصمیم خواهد گرفتن رئیس جمهور امریکا گفت که سال آینده در افغانستان حضور نمی داشته باشند بله آلمان بدون امریکا در افغانستان مانده نمی اما آلمان به تازگی گفتند که حضور نظامیانشان را در افغانستان تا یک سال دیگر تمدید کردند و این مسئله قبلا به پارلمان ای کشور پیشنهاد شده بود و چند روز پیش پارلمان آلمان این مسئله را یا حضور نظامیانشان را در افغانستان تمدید کردند بله اگر امریکا در ماه دسامبر 2021 برای یعنی 6 هفت آلمان هم امرایش میبره ای که بر یک سال تمدید کردن مانا از این نیست که نو آباد بر آمده نمیتونه درست اگر خروج انجام شد و پس روند سال افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا با شکست مواجه خواهد شد؟ روند صلح افغانستان در استانبول با کمک ملل متحد یک سند امضا میشه بین افغان ها برازی که بین هم سلحه کنند و خارجی بعد از این سند در حقیقت راه خود برای خروج هموار میکنن بدون از یک سرشان حمله شوه مثل که امیال یک قرارداد دارن امرای طالبا که سرشان حمله نشه بعد از آیا در افغانستان صلح همیه یعنی مربوط به شما ما زامای ما است که پس جنگ شروع میکنیم یعنی درست فکر میکنین که ادامه نبرد یا این که سال کردن به دست مردم افغانستان و حکمت افغانستان باشه حالا طالبان تا اینجای کار آمدن توافقنامه افغانستان دوهر یک سال و تقریبا یک ماه پیش امضا کردن اما نه خشونت را کاهش دادن و نه هم روابطشان را با دیگر گروه ها قطع کردن اگر هم این گونه توافق را با حکمت افغانستان هم به امضا برسانن سرنوش چه خواهد شد؟ سرنوشت شاید یک جنگ داخلی باشه هیچ کس گرانتی کرده نمیتونه تضمین کرده نمیتونه که بعد از خروج نیروهای خارجی در افغانستان آرامی می باشه درست سپاس گزارتان آقای جنگ و صلح افغانستان را هیچ کس تضمین کند پس روند های جاری فکر میکنین کارساز باشه اگر تضمین کننده وجود نداره و بالاخره به با جنگ داخلی میانجامد چرا این مذاکرات به پیش میره روند مذاکرات دوها روند اینکه که نشست های از مسکو گرفته قطر و حالا هم قرار است در ترکیه برگزار شود یک چیز فراموش نکنیم که حقیقت گپ می است که جنگ صلح افغانستان تضمینش داده دیگران نیست فقط او ما هستیم که میتونیم تضمین بکنیم که صلح در اینجا باشه یا نباشه ما که میگم منظورم تمام کسایی که در این محدوده جغرافیایی به نام افغانستان زندگی میکن. اگر او اقوام مختلف هستند اخشار مختلف هستند جریان های مختلفی که هستند کسایی که در حکومت هستند کسایی که در مقابل حکومت می جنگن، اگر واقعا ماها بتونیم به نتیجه برسیم باز تضمین وجود داره که ما ما پیشتر هم اشاره کردم گروهی که اصلا تضمین به حکومت افغانستان نداده و تضمینی هم که قبلا به آمریکا داده بود تو بارها نقص کرد چگونه میشه به این گروه باور کرد اما هایش اما های ما میخواستم بگیم که درست. یک رای حل است که تضمین به می ترتیب دیگه نه امریکا تضمین کرده میتونه و نه صادق است این قسمت نه پاکستان تضمین کرده میتونه نه صادق است و نه کشورهای دیگه ای که تضمین بکنن و یا هم صادق باشن در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان هم ها و هم امریکایی ها در مجموع خارجی هایی که هستند با باور ما اینا ناقض حقوق بشر ناقض تعهداتی که کردن هستند. امریکایی ها تعهد کردن که ما در افغانستان میاییم به سات جمع میکنه ولی شما در جریان هستید که یک طالب در همانگی با القایده در جنگ میکد امروز بیست چند جریان تروریستی فعالیت میکنه ای خودش نقض آشکار اونمو تعهدی است که امریکا در سال 2001 بست و وارد افغانستان شد به همین بهانه و نقش های دیگه ای که افغانستان در برابر تروریسم حمایت میکنیم در برابر تعرضات همسایه ها حمایت میکنیم در قسمت ساختن زیربناها حمایت میکنیم در برابر مبارزه علیه در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر حمایت میکنیم که شما در جریان هستی امروز به میلیون ها موتات مواد مخدر ما داریم در افغانستان این کلش نقض های آشکار است که خود امریکایی ها جمع شرکای بین المللی در افغانستان از بدوی حضورشان در افغانستان تا امروز مرتکب شدن. زمانی که اینقدر نقص را آمریکا با شرکایش در افغانستان انجام دادن فکر میکنین که چرا حکمت افغانستان پاسخ نپرسید از کشورهایی که حداقل آمدن و با روی امین پیمان ها به افغانستان حضور پیدا کردن اینه این میخواستم بگوییم که طالبها در این زمان به عنوان ناقضین علنی از هر من حقوق بشر در برابر تمامی موازین انسانی اینا مبارزه میکنن و از اونا توقع خیرم وجود نداره ای که چرا مسئولین حکومت افغانستان چه در گذشته نتانستن صدای خدا بلند بکنن و مانع تعهد شکنی های بیرونی ها در افغانستان شدن و یا هم امروز ترهای ارائه میشه و ای ترها متفق علیه قابل قبول طرفانه میباشه می است که از بدو حضور آمریکایی ها تا امروز اراده واقعی مردم افغانستان نادیده گرفته شد با اراده و انتخاب و نظریات دیدگاه مردم بازی صورت گرفته دلیل اصلی جمعی است کسایی که مسئولین حکومت افغانستان هم بودن از همه اطرافی که ما در سرش حساب بکنیم اگر مجاهدین اگر طرف های غیر مجاهدین اگر طرفایی که مثلا از غرب آمده بودن به اصطلاح غربی ها غرب ها یا مورد حمایت غربی ها اینا کلش کسایی بودن که حمایت مردم با خود نداشتن و امریکایی ها به همین منظور که اینا صدا بلند کردن در برابر برابر برنامه های غیر عادلانه یا تعهدشکنی هایشان صدای بلند نشوه اینا فقط به خاطر حفظ چوکی و مقام خودشان از همه چیز چشم پوشی بکنن در برابر تمامی تعدی ها و تجاوز ها و بی ها خاموشی اختیار بکنن فکر میکنم امریکایی ها اگر از بین مجاهدین هم انتخاب کرد انگشت شمار کسایی را که تعهدات بود و کسایی را از غرب آورد به مشکل امروز طرحی هم که وجود داره دامی که چه حکومت را چه امریکایی ها را میکنن و چه طالب ها اراده ملت نادیده گرفته شده دلیل دوام بیثباتی هم بیتوجهی به اراده ملت و عدم اشتراک یا حضور ملت در بحث صلح جنگ است که اگر کسی به نام نماینده ملت هم میره کس حاضر نشه بچه استادتا میره بچه بارشال دوست میره بچه فلانی میره اینا فقط به خاطر منافع شخصی خودشان و رهبرسازی هایی که تا امروز خودشان بودن بعد از این بچهشان بشه رهبری مردم افغانستان بگیره مردم در انحصارشان بگیرن به اینی خاطر اینا چی میکنن

وقتی که طرح از ملت نیست از یک فرد است به خاطر منافع شخصی خودش است او طرف طالب به خاطر منافع شخصی خودش طرح داره آمریکایی ها به خاطر منافع شخصی خودشان دارن و حکومت هم اگر طرح ارائه میکنه او طرحش مورد حمایت ملت نیست به همین خاطر است که به نتیجه نمیرسن به همین ترتیب اگر دوام بکنه ما به نتیجه اصلا نمیرسیم تا که خواست و دیدگاه مردم مد نظر گرفته نشه تشکر آقای سالمی طرح در برابر طرح ایالات متحده آمریکا آمدن طرح را بر حکومت افغانستان و امین گونه به بطل... طالبان سپردن تا اینکه درباره آینده سیاسی افغانستان تصمیم گرفته باشند در برابرش حکومت افغانستان شخص رئیس جمهور طرح دیگر را پیشنهاد کرد و قرار است در نشست ترکیه این طرح هم امگانی شود یا به طرف ها داده شود فکر میکنین که در این طرح ها حضور مردم و خواستهای های مردم گنجانیده شده باشه آقای علی اشاره کردند که تا اینجای کار مردم افغانستان در تصمیمگیری های سیاسی غیرازر بودند یکی از مشکلات اساسی که ما در این حوزه داریم در طول تاریخ معاصر افغانستان همواره معادلات مردم سالاری که امروز ما به اون به نام دموکراسی یاد میکنیم در هاشیه بودن به این معنا که هنوز هم طرحهایی که میشن این ترها طرحهای مباحث قدرت و مشارکت قدرت سیاسی رو در افغانستان تضمین میکنن یعنی برای عامه مردم افغانستان هیچ گونه سودمندی نداره یکی از مثالهای بارز اون، این است که در طول تاریخ معاصر افغانستان حکمت های جگاه نتانستن مناسبات عمیق اجتماعی سیاسی و اقتصادی را بین کتله های مردم وفت بتن چیزی که ما امروز یک بخش عظیم از مردم نارضایتی مردم در گوشه و کنار افغانستان شاید هستیم و از طرف دیگه بحث طالب یا اون ایدئولوژی طالب در حقیقت یک بحث تیوکراسی یا حاکمیت مذهبی و دینی هست یعنی هیچگاه با ساختارهای مدرن و معاصر افغانستان سازگاری ندارند در او بحث مهندسی اقتصاد تاریخ حقوق بین الملل فلسفه جغرافیا جامعه شناسی انسان شناسی جرم شناسی روان شناسی مطالعات جنسیت مطالعات فرهنگ و فرهنگ شناسی جا ندارند یک بحث متسلب با دیدگاه ایدئولوژی مذهبی است که دارن اقتدار مذهبی برای پیشبرد اخلاق مذهبی پیش میگیرن بنان هیچ ربط به اساسات و جامعه مدرن معاصر افغانستان ندارد فکر میکنین این طالبان کجایش اخلاق اسلام را به نمایش گذاشته میاین مدارس مکاتب دانشگاه ها را مورد حمله قرار میتن از مردم عادی و بیدفاع انواره قربانی گرفتن در زمان که حاکمیت داشتن بر قلم به نام افغانستان اونا از دین کاملا چیز دیگری به مردم افغانستان یعنی بازخوردشانی بود که دین را کاملا مقید ساخته بودن دخترها را نمی ماندن که برند دانش بیاموزند در حالی که در دین اسلام چنین چیز نیست و کارهایی را به نمایش گذاشتن از این دین اسلام که افراد کردن این گروه را چی گونه میشه که بگویم اونا گروه اسلامی هستند و میخواین که روی اسلامی را به نمایش بگذارن خب تا زمانی که یک فشار لازم تا زمانی که طالب در یک ناگزیری قرار نگیرن همچنان معادلات نظامی в tجasum zorвa sulta در کانون سیاست ورزی طالبا پا بر جا هست و هیچ دست از این کانون بر نمی دارم. 20 سال مگذره آمریکا ادعا داره که همواره بر طالبان فشار وارد کرده و از رای نظامی و از یک سال بیشتر از یک سال مگذره که در گفتمان با این گروه قرار داره و توافق هم کردن اما این گروه هیچ تغییر در روی کردشان نیامده فکر میکنین چه کسی باید بیاید و فشار وارد بکنه به گروهی به نام طالب از سال 2001 تا سال 2005 مطالعات موردی نشان میدن که طالبان هیچ گونه تحرکات نظامی نداشتند. بیشترین آرزوی طالب در او زمانی بودن که چطور بیتانن سند رسمی یا پاسپورت های جمهوری اسلامی افغانستان به دست بیارن و بر بیگردن به افغانستان یا بعضی کشورهای همسایه یعنی بزرگترین رویای طالب در او زمان برگشتن به قدرت نبود یعنی به تمام مفهوم به اثبات رسیده بود که دیگر امارات در افغانستان برگشت ناپذیر است و در سال 2001 دو این ساختار کاملا فرو پاشد اما نکته ای اساسی اینجاست که مداخلات کشورهای همسایه باعث شد باعث رونق بخشیدن این حرکت معنایی شدن تذهیش شدن، هدایت و حمایت شدن و حلقات داخلی در افغانستان هم در این گروه در حقیقت پیام مثبت ارسال کردند هنوز هم شما میبینید در شهر کابل ما در قرن 21 زندگی میکنیم هنوز هم گروه های افراطی شما در, غ... در, مرکز افغانستان در کابل میبینید که علاقه ندارن به جمهوریت و نظام مردم سالاری علاقمند به افراطیت و قانونهای های مذهبی هستند که نشان میده که یک بخش جامعه افغانستان هنوز هم دیدگاه مدون و مصور مردم سالاری و کانون های نمیپذیره و یک بخش اون متسلب است به ایدئولوژی های مذهبی و فکری که هنوز هم دنبال کانون های هست تشنب. که از کجا باید سرچشمه بگیره یک بخش اون سکولار ها هست که در حقیقت اونا تلاش میکنن که به نام نظام سازی و حکومت و مدرنته بتونن سلطه و در قلم استراتژیک و اقتصادیش از افغانستان سود ببره در نهایت امر ما با یک قانون چندگانگی، ما سل در افغانستان مواجه هستیم که هم با دیدگاه های متضاد گروه های متقاسم مواجه هستیم هم با دیدگاه متضاد و تضادگرایان داخل مواجه هستیم شاید. با این رای کار خیلی دشوار است که ما به یک مبعث بازیهی های واحد ملی دست پیدا کنیم که شاید یک حاکمیت مقتدری ملی باشیم که با باعث مهار گروه هایی که میتونن موازی قدرتمندانی ملی ما رو به چالش بکشه باشه سپاسگزارتان آقای فرهادی قرار است در ماه اپریل نشست ترکیه برگزار شو و امروز اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به دوه قطر رفتن تا مذاکرات را با گروه طالبان دوباره حسر بگیرن و آغاز بکنن فکر میکنین کلید سال افغانستان در کجا یافت خواهد شد در نشست های بین مللی یا در مذاکرات که میان افغان در دوه قطر جریان دارد دوها چیزی پیشرفت نمیشه چون که تقریبا نال ما میبینیم که شش است که در دوها اجانده هم ساخته نشده نی؟ دوها یک حیات است که از طرف ارگ ریاست جمهوری کنترل میشه معاش داده میشه و در یک چوکات اونا مذاکرات میکنن و صلاحیت بیشتر هم ندارن آدمای محترم هستن دوستای ماستن یکی بر سه اعضای مذاکره چی های دوها میلیونر هستند کسایی هستند که در جنگ میلیونر شدند یا ایست که فرزندان میلیونر هستند و اونها از اونها انتظار نداشته باشین که به صورت سریع مذاکرات کنند و در مذاکرات مذاکره معنای چی است که باید یک چیز بتا و یا یک چیز بگیره نه یی که بره که تا اجنده رو خلاص کرده نه تا نه خو مذاکره نیست ای خو یک برای که برای برای عکس های تلویزیون کلاگی پیش روی دیگه یکی دیگه بشینن او تو عکس ها وجود نداره همیشه که تلویزیون اینا رو نشان میده و عکس یک سال پیش نشان میده نشست های راستی که در اون مذاکره باشه وجود نداره اونا میگن که ما میشینیم با طالبا باز که اگر پرسان میکنین خب میشینین چی میگن؟ آه آیت های تماس با همدیگه حرف یپا. پس این کلش یک مردم بازی دادن است جواب صلح افغانستان در ترکیه پیدا میشه یک نسخه بین در اونجا داده میشه ما همه افغان ها از اون نسخه بین خوش نخواهیم بود اما سبب از است که ما دو سال داشتیم که نسخه خود پیدا کنیم پیدا کردن نتونستیم درست زمان که سواله. ما افغانها افغان ها نمیتونیم از اون نسخه که حالا ایالات متحده ای آمریکا یا هم میاید سازمان های بین المللی بر ما طرح میکنن و بر ما او را پیشنهاد میکنن ما از او خوشنود نخواهیم بود فکر میکنین که قابل عملی باشه در افغانستان یا اگر ما نمیپذیریم راه برون رفت از این طرحها چه خواهد بود زمان که مردم افغانستان به او تمکین نکنن فکر میکنین عملی شود؟ خب مردم افغانستان به هر صورت هیچ وقت حرفشان شنیده نشده قدرت در افغانستان پیش کسانی بوده که قدرت ها گرفتن یا به زور انتخابات ساختگی یا به هر رقمی که بوده تقریبا در, در سی چل سال گذشته و درست. آه، آه، نظر مردم پرسیده نمیشه یک حقیقت است و تحصف هم هست اما حقایق بینمللی آل مثل یک کراچی که در حرکت آمده و او ای است که وقتی که روسیه چین و امریکا سه دشمن با هم نشستن در مسکو و عرصهشان یک حرف زدند که باید است که طالبان و حکومت در مشارکت قدرت داخل شوند و در زیر از او حرفشان آمی بود که آقای اشرفغانیان باید استفاده بودن خب آل جهان به این نتایج رسیده و ما میتونیم که سرش 18 ساعت دیگه هم گپ بزنیم حتی ما شما در همین میز یک نظر نخواهیم داشت حتی او برادر ما میگفتن که <applause> ما گفتم که ما آقای قماندان مسعود فرانسوی زبان بود میگن نه زبان مادریش فرانسوی نبود یعنی ما به زبان فارسی هم حرف خود فهمیده نمیتونیم اینقدر نازکبین بین و گجبین و پا هستیم پس باید است که جهان بر ما تصمیم بگیره تاسف است اما جهان بر ما تصمیم میگیره بله یک کاغذ میتن در رو تضمین های ملل متحد می باشه و در رو حقوق زنان میباشه حقوق اقلیت ها میباشه ای این بر ما مهم است برای از افغانستان از اقلیت هایی داریم در افغانستان زبان های مختلف داریم اقوام مختلف داریم مذاهب مختلف داریم او حقوق در او کاغذ می باشه حقوق بشر می باشه چون که ملل متحد یک گارانتی می ده تضمین می ده آیا ما بعد از او ایره می تانیم که تطبیق کنیم خدا می دانم. درست یعنی پس این توافق هم آینده افغانستان و مردم افغانستان ناروشن است و پس از او هم تضمین وجود نداره که طرف ها میتونن تطبیق کنن یا نکنن اگر تطبیق نشه طبیعی است که باز هم جنگ ادامه پیدا خواهد کرد تضمین هایی که جامعه بینمللی داده میتونه عبارت از است که یک میتونن که از پاکستان یک تضمین بگیرن که در کارهای افغانستان دیگر دستاندازی نکنه مثال پاکستان درست. هم امضا میکنه اما در 20 سال گذشته در کارهای افغانستان دستاندازی کرده با پرورش طالبان درست بازی که کی پس بره ثابت کنه که نه تو دست میکنی این دیگه بعد از خروج قشون خارجی کس نمیتونه گیره بره از یخن پاکستان بگیره به خاطر که متوجه باشین که همه کشورهایی که در مسئله افغانستان دست در کار هستن اونا رابط دیپلماتیک و منافع خود با پاکستان دارن با او رابط و او و منافعشون با پاکستان بعضی وقت بیشتر است درست, درست. پس بعد از این تطبیق از این تضمین ها بسیار مشکل می بسیار مشکل می تضمین دیگه که می که اخلالگران صلح جامعه بلمانی می که یک تعذیرات بگذاره مثلا در میانمار آل ملل متحد یا جامعه اروپایی سر بعضی جنرال ها یک تعذیرات گذاشته در ایران امریکا تعذیرات گذاشته سر اشخاص در افغانستان هم ای کاغذی که در استانبول امضا میشه اینطوری یک امکان می داشته باشه که تعذیرات طرف طالبا بعد از اینکه نامشان پاک شوه اگر اینا با جنگ دوام بتن تعذیرات سرشون به و حتی طرف حکومت اگر کسی مخل صلح باشه و جنگ دوام بوده سرش تعذیرات می اینی چیزایی است که جامعه بین المللی کرده میتونه اما وقتی که جامعه بین المللی خارج میشه در حقیقت بسیار کم محرم فشار پیششان میمونه که سر هیچ چیز تاثیر بگذارن در افغانستان خطر از است که در افغانستان یک جنگ داخلی شود خطر از است که از افغانستان تقریبا 4 میلیون مهاجر دیگر به طرف پاکستان و ایران سرازیر شوه و این چیزهایی است که در تاریخ افغانستان متاسفانه شده و اگر ما به صورت کل سر بعض موضوعات توافق نکنیم اگر بسیار در پشت هر رگ و جویچش بریم ما حتی بین خود که گفتم در وزی میز ما سر کلام فارسی توافق،, توافق کرده نمیتونیم درست پشنجو است؟ پشنجو از این نشان میده که ما مشکلات ما بسیار زیاد است ممنونتان آقای علیم در جنبندی می‌خویم از شما بپرسم آقای فرهادی به تک تک موارد پرداختن اینکه که روند که قرار است در ترکیه نشست برگزار شود نسخه هایی به افغانستان پیشنهاد خواهد شد که قابل پذیرش مردم افغانستان نخواهد بود یا اینکه برای افغانستان و مردم این کشور خوشایند نخواهد بود روند جاری سال هم که خیلی دشوار است و تا 20 سال هم زد و بند هایی که وجود داشت و جنگ هایی که میان حکمت افغانستان و طالبان هم جریان داشت نتانسته هیچ کدام پیروز میدان شود فکر میکنین در این امین بره چه بر مردم افغانستان قابل عزم خواهد بود و کدام راه راه حل می باشد؟ دو نکتر اول تحصیب کنم یکی فرهادی صاحب گفت که با امسا روی مسائل کوچک مثلا زبان می پیچیم و سر از او باید نتیجه نمی رسیم یک گپ آم میگه یک نقطه فیله و هوا قیل میکنه و یا هم اما یک نال اسب که میخش که کچ کوبیده میشه باعث لنگش و اسب بالاخره بار نرسیدن به هدف و منزل میشه جناب فرهادی صاحب که مشاور بودن ما میگم که انتقاد مستقیم ملت علیه اینا هم هست که در دوره یک مشاور بودن چقدر کار کردند که دنیا افغانستان از عینه که پاکستان نبینه بلکه برعکس اینا خودشان اطراف کردند در امو زمان که پاکستان تاثیر داره پاکستان میتونه پاکستان به نحو پاکستان و جامعه بین المللی طور معرفی کردن که اگر پاکستان تصمیم بگیره صرف میه اگر نگیره نمیه خود اینا ارزش پاکستان رو بالا بردن اگر اینا ما میگیم که در مسائل سیاسی مخصوصا در مسائل بسیار جدی داغ روز آدم موشگافانه فکر نکنه عمیق فکر نکنه مثل که گپ پیشترشون سطحی نگر بودیم به می ترتیب امروز نتیجه همه که امروز ما دامنگیر ما دلیلش سطحی نگری های حکومت قبلی بود ایده هیچ کد فراموش کردن نمیتونه این که چطور بکنم یک چیز دیگه هم تصدیق کنم گپ آقای رامشه که طالب ها به هیچ عنوان نماینده او دین بوده نمیتونن که ریختن آب حرام میدونه ولی اینا با خوناشامیشون میخوان نماینده دین باشن دینه که عدالت دین که انسانیت ها. دینه که شرف و عزت و بالاخره عطوفت و انسانیت و ترحم میخواد نهادینه بکنه اینا میان با تمام وحشت با انسان ها برخورد میکنن اینا نماینده دین بوده میتونن قطعا من مخالف هستم که اینا بتونن یک خواست مذهبی داشته باشن بنا چه باید صورت بگیره باورم ای است که اگر یک کلمه دیگه هم در قسمت امی گپ منطقه ای اجازه تان باشه را بگویم درست بفرمایید یک شاید یک احتمال ما میگم که امریکا سناریوی را که جور کرد طالب های شکست خورده را دوباره به قوت رسان و امی مشاور سای بازم برمیگرده برشان که زمانی که رئیس جمهور کرزه رئیس جمهور بودن خبرنگار پرسان میکنه که طالب های گوشه افغانستان ها گرفتن شما چه موقف داره و چه نگر باعثی نگرانی هست یا نیست میگه نه چرا باشه افغان هم طالب هم یک افغان هست یک گوشه افغانستان ها گرفته یک گوشه شما بگیریم کسی آزرده باشه نگران باشه خودشان طالب ها تقویه کردن مشترک با امریکایی ها بنان ما میگم که امی سناریو که امروز جریان داره چرا چین روسیه ایران و همساله هم موافقه داره با آن که روابطش با امریکا بسیار خراب است در قسمت خروج امریکایی ها و به اصطلاح اگر به نظر ما تسلیم کردن افغانستان به طالب ها موافقه دارن چرا به خاطر از اینکه امو حضور امریکا را با آن که مشکلات داشتن با آن که پاکستان با امریکا خیلی نزدیکی تعلق نزدیک داره ولی حضور امریکا را به خیر خودشان نمیدانن به هر شکلی که باشه میخوان حضور امریکا به پاان برسه و اونا بتوانند از افغانستان لجام گسیخته آن که منافع می به دست بیارند به دست بیارند چه باید صورت بگیره را بازم تاکید میکنم که تا زمانی که ملت افغانستان نمایندههای های واقعی از توده های مردم در جنگ صلح افغانستان مد نظر خواستایشان گرفته نشود شما دیده که سرمو اموشانه آقای طالب نامش فراموش میشه در مسکو که مارشال دوستم دوست چه گفت که فلانی خان چطور استی او گفت پس شو غدار چی و غدار و جناتکار چی چی طرف درگیری که در چل سال در این مصیبت ها مستقیم اینا دخیل بودن نمیتونن سلحه بیارن آشان. تا زمانی که نماینده های واقعی مردم از بطن جامعه از متن جامعه از میان و توده های مردم در گفتگوهای صلح افغانستان سهیم نباشن اینا نتانن درد رنج مردم اینا نتانند سلحه ب... بیارن طرف هایی که چل سال جنگ کرده و از امی آدرس به قدرت و شهرت و سروت رسیده او در کجا می خواهد یک او دگم دامن می که جنگ دوام بکنه و اونو به هدافشان دوامدار می راسی سپاس آقای سالمی اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین با همین وضعیت که جریان داره برای روند سال هفوانستان چگونه بررسی میکنید؟ مذاکرات در ترکیه در بسیار شبیه با من طرح بین سیوان در دوران آقای دکتر نجیب الله یعنی تاثیرات زیاد را نخواهد داشت جنبه زیبا دارند، کلمات زیبا قطعا دارن و این در یک جامعه که هنوز هم احزاب قدرتمند سیاسی که نا تا ده هزار نیروی مسلح دارن قابل قبول نیست یعنی طرح بین سیوان و مذاکرات پیشروی ترکیه کم و مشابهت های زیاف داره اما نکته اساسی که آیا این طرح میتونن ثبات را به افغانستان بر بگردانه اگر ما حضوری در آز مدت نیروهای خارجی رو در افغانستان باشیم هر خللی سلا صورت بگیرن اگر احزاب در قالب فعالیت‌های های مدنی سیاسی شریک شد تمام مفهوم قطعا ما میتونیم به طرف سر بریم در غیر از اون هیچ گز... گزینه نظامی همچنان پابرجاست بر جاست موازی نفاق افغانانه بین اقوام افغانستان و گروه های متعدد و احزاب سیاسی در افغانستان پا بر و نیاز است که در این مقطع بسیار زیاد آسیب شناسانه حرکت کنه آقای فرهادی میخوایم صحبت های آخر شما را هم داشته باشم شما نقد های آقای علیم را شنیدین میخوایم پاسختان را بشنویم فقط اما من میگم که من در وقتی که 18 سال پیش مشاور بودم در برای یک سال در مدت یک سال پول جدید افغانی را من ساختیم که شما امروز استفاده میکنین که اونا فرمودن که شما <مزن> چی, چی کردین این همین کار ما کردن شاید کار کوچک باشد خودش به نتیجه <مزن> رئیس جمهور بگه که حزمه بود ما وزیر <مزن> مالیه بودم در روز جور کردیم این پول ما تر شما بگه با یک مشاور بودن شما این فکر بکنه که شما ما با کجا روان هستیم دستاور درک نداره اما ادعا بسیار زیاد ما تمام اصنادش نگاه کردیم کلش به ایمیل ماست ما این کردیم مردم میفهمه که شما نمیفهمین خیر است به هر صورت ما در اینجا نیستم برای از ما اینجا هستم که وزر به قسم که هست براتون تشریف اگر بعضی چیزایی که من میگم شما خوش ندارین من مذرت میخوایم شما خدا, خدا, خدا شما را زندگیتان خوب بسازم تشکر محلو. سپاس گذارتان آقایان تارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور آقای علیمداد علیم آگاه علیم سیاسی و همچنان آقای رامش سالمی آگاه روابط بین الملل از حضورتان در برنامه بینیده های عزیز سپاس گذارم که تا این دم ما امراه بودید وقتتان بخیر خدا نگهدار.